هر وقت صوبشون میخوندم اون تو ذهنم میومد، ولی دلم نمیخواست مثل زری قصه منفعل باشم. الو، سلام، کجا؟ بابا، سوارشو بگیرم دمار تو درد نرشته. راحت اومدی؟ بابا، میدونی کیو دیدم؟ یه لحظه صبر کن. خیلی دیگه کار داره؟ تمومه دیگه. فرشته؟ بابا؟ جونم بابا. حساب کنم بریم. محسن شبلتو ببر بیرون، دوچ کارش تمومه. بوچشم آقا منوچه. منوچه. سوارشو بگیرن دمارتو درد میارن. مرسی. سلامی هست؟ آره. عضو کدوم گروه؟ گروه مروح چیه؟ اینا اعلامیه های خمینیه. تو اعلامیه ما؟ مگه چمه؟ نمیدونم، یه نگاه به خودت بنداز. فکر نکن چون نجات هم دادی میتونی تیکه بندازی یا؟ بده من اعلامیه رو. نمیدم. باری که عدد نجا راید داری؟ اینا با کسی شوخی ندارن ها؟ مواظب خودت باش. بی خودی ازش خوشم اومده بود، اصلا نمیدونستم چرا. دختر کجایی؟ یعنی فکر میکنین منو نشناخت؟ بابا تو هنوز مرد رو نشناختی. خداحافظ. خداحافظ. با تعریفایی که منوچهر کرد ظاهرا ایشون باید فرشته خانم باشن. سلام. سلام عروس گلم. خواهش میکنم خانم یکم مراعات کنیم. فرشته جون برو تو اتاقت. ببخشید. فرشته هنوز بچه است. 16 سالش هم هنوز تمام نشده. بله خانم، من 16 سالم بود منوچهر رو داشتم. من تو 20 سالگی ازدواج کردم، دخترم تو 16 سالگی شوهرش بدن، مردم به من نمیخندن. گرامی انگشت یه دستم شبیه هم نیستم. این دختر تو سن شهر و شور اگه فردا جذب یکی از این گروه خوب بشه سرش به باد میده. نه ترس، اون عاقل تر از من و توه. مگه نمیفهمید که عاقل تر از من و توه؟ پس چرا نظر خودشونه پرس؟ آقا جون من به شاگرد مکانیک دختر بده نیستم. حرف حساب مادر چیه؟ میگه من بچم. اونی که راست گفت. پس چرا شما مامانتون یه سال دست از سر بچه مردم ور نمیداری؟ بس این که بچه دلم برده. بابام به چی گفت؟ گفت باید صبر کنی. هر که طاووس خواهد
جور هندوستان کشم. بریم دیگه، کلاسم دیر میشه. علی‌رغم مخالفت‌های مامان، یه سال بعد با پشتیبانی بابا و پافشاری منوچهر تو شهریور 59 ازدواج کردیم. منوچهر که از قبل همه وسایل زندگیمونو تهیه کرده بود، راضی نشد سوزنی از جهیزیمو با خودم بیارم. روز بعد از عروسیمون راهی ماه عسل شدیم. چقدر خوب شد با موتور اومدیم. چی میگی؟ از این تندتر نمیره. نمیخوای پیاده شی؟ از اونجا کجا میخوای بری؟ عقب نرفتی. خدای من چه جای قشنگی. منوچهر از هیچی نمی ترسید. شب هر جا می رسیدیم چادر می زد. شاید فکر می کرد منم همین طوریم، ولی اگه اون نبود من زهرم می رفت. میگم من تا حالا غذای کنسروی نخوردم، چه مزه‌ای میده؟ بخور امتحان کن. راستی اینجا حیوان وحشی هم داره؟ غیر ما دوتا؟ مسخره بازی در نیار، جدی میگم. اینجا از خونمونم امتره، بگی بخوام. پاشو، بهت میگم پاشو. اگه پانشی تا شماره سه میشمارم، بعد این آبو اینجوری میریزم. تو که میگی خینام هست. آخ مچه پا، مچه پا. چی شد؟ وای منوچهر اینجا رو ببین. بری من شنا بلد نیستم آ. تا غرق نشی یاد نمیگیری. به این زودی ازم بریدی؟ اون تنابو با کن. حالا میتونستم برای همیشه پیش اون باشم. اون مرد رویاهام بود، همونی که همیشه آرزوشو داشتم. چرا داری کفشتو در میاری؟ میخوام شنا کنم. اینجا؟ وسط دریا؟ دوست داری تو هم بیا. من میترسم، اصلا بیا برگرد. با قایق برگرد، من شنا کنم خودم میام. من بدون تو هیچ جا نمیام،
حتی بهش. پس ورودیه بهش میبینم. خب سواره دو شخصی خب پا بزن پا بزن دستاتو زددری حرکت بده جلو. آها آروم باریکلا باریچه رو من حساب نکن. پا بزن تنبه پا بزن. آفری آفری. میگم عمق اینجا چقدره؟ تو که شنا بلدی دیگه چه فرق میکنه؟ فکر کردم غرق شدی. یا غرق شدم. اینجا ورودی به اشته. چه دستشویی طولانی. دو دقیقه شد دختر. بی‌حوصله شدی یا؟ حالا بعد حتما فردا برگردیم. حالا که اینجایی سفارش غذا دادی؟ داداش علی نه نه نکنه بارون بیاد. میرزا قاسمی زیر بارون خوردی؟ نه با سیر ترشی هم بخور دیگه عالی. با اینم منوچهر دهنت بو میگیره. اینی که داری میخوری کلی سیر داره توش. راستی راستی داره بارون میاد. کیف کن. منوچهر در لحظه زندگی میکرد، چیزی که اصلا من بلد نبودم. پاشو تنبل خانوم، از فردا منو باید بفرستی سر کار، کلی کار انجام بدی. پاشو. وای منوچهر، حالا که جوانی اینقدر غر میزنی، وای به وقتی که پیر بشی. پاشو صابونه بخور را بیافتی. پاشو. نازن از ماشین سر در میارم. بهترین مکانیک تهرانه. بزن حالا. از اینکه داشتیم برمیگشتیم حس خوبی نداشتم. میخواستم بهش بگم بیا مثل مکانیک های سیار تو جاده ها زندگی کن. تو مرخصی هم پول نمیگیره. ایراد کاربراتورش فعلا راش انداختن رسیدی مکانیکی نشونش. ویلای ما تا اینجا حدودا یه ساعت راه. خواهش میکنم تشریف بیارید در خدمتتون باشه. قول میدیم بهتون بد نگذره. پیشنهاد خوبیه. قربون شما. ما دیگه آخه داریم خیلی عسلی میشیم. بعد برگردیم سر کار و زندگی. کدوم کار و زندگی آقا؟ جنگ که همیشه رو به هم ریخته. جنگ؟ در این اطلاعیه آمده است
اکنون که میهن اسلامی من از طرف بیگانگان و سرسپردگان امپریالیسم مورد تعرض و تجاوز قرار گرفته، به استناد ماده 14 قانون خدمت وظیفه عمومی، کلیه افسران، درجه داران و سربازان منقضی خدمت سال 1356 برای دفاع از تمامیت ارضی کشور و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران میبایست تا تاریخ 10 هفته 1359 خود را به محل پذیرش نیروهای مسلح معرفی نمایند. بدیهیست با کسانی که خود را به موقع معرفی ننمایند برابر مقررات قانونی رفتار خواهد شد. منو چه؟ منقضی یعنی چی؟ کسایی که خدمت سربازشون تموم شده. تو منقضی چه سالی؟ 56. دوری از منوچهر برام غیر قابل تحمل بود، ولی چاره ای نبود، اون مجبور بود بره. اگه اون نه اون باید سلامت برگرده. خدا خودش میدونه من بدون منوچهر نمیتونم زندگی کنم. بریم بابا. یه روزه گذاشتن تو کاسش. منو چه رفت؟ 8 صبح رسیده کرمانشاه دخترم. خوب خوابیدی یا؟ باید برم. الان زنگ میزنه خونه، اگه من نباشم نگران میشه. داری از حال میری؟ عزیزم، حالا از هر موقعی بیشتر باید مواظب خودت باشی. الان منوچهر زنگ میزنه. نگران نباش دخترم، منوچهر 1 ساعت پیش زنگ زد، سلام رسوند. از اینکه فهمید داره پدر میشه کلی خوشحال شد، گفت در اولین فرصت با تماس میگیره. داری مادر میشی عزیزم، یکم بیشتر باید مراقب خودت کردم. الان میاد. مرسی، خوبم. شما چطوری؟ سلام، خوبم. تو چطوری؟ کجایی؟ هنوز هیچی نشده سراغ این نکبتی رو میگیری؟ دروغ نگو، دیگه نمیخوام باید حرف بزنم. خدا فی... الو، سلام آقا منوچهر. چیزی نیست، صدا تو جنی دلتنگت شد. نگران نباش، ما تنهاش نمیذاریم. سلام. کجا؟ سر خونه زندگی. سلام. علیکم سلام خانم. کجا؟ خونه. برات کله پاچه گرفتم. میل ندارم. فرشته جون، یکم بیشتر فکر کن. تو حالا تنها نیستی، دو نفری ها. آخه تنهایی برای چی میخوای بری تو اون خونه با این حاله؟ آخرش که چی؟ باید به این وضعیت عادت کنم. اگه اومدی خونه نبودم نگران نشو. میخوام برم مدرسه. خدافظ. فرشته
از موقعی که شوهر کردی ما رو نمیشناسی که عقربی هی نیش میزنی تو هم که هیچ وقت کم نمیاری روزی شوهرداری چطوره؟ خوبه زنده داشت سلام سلام چیزی شده؟ نه مامانم گفت بیام دنبالتون بریم خونه ما سلام برسونیم بگین آخر هفته خودم میام مرسی واسه ما خوبیت نداره زنده داشت اون تنها زندگی کنه بفرمید آقا بیروز خواهرم مشکلی پیش اومده؟ خیر آقا زنده داشتم زنده داشته محرمت که نیست یا برو دنبال زندگی سلام چه سلامی؟ چه علیکی؟ یه هفته نشده شوهر بالا سرت نیست یا آقی شدی؟ خدایی کم یواشتر همسایی ها میشنوم میشنوم؟ بذار همه بشنوم بفهمن تو کی هستی این لاتا کیان جلو برادر شوهرت شاخشون کردی یه بار برای همیشه دارم بهت میگم تو خونه من و پسرم لوسبازی نداری تا موقعی هم که شوهرت برگرده اختیارت با منه برو وسایلتو جمع کن احترامتون به جای خود ولی نه خونه شما میام نه خونه بابا میخواستم خونه خودم باشم تا با دلتنگیام سوهان روح بقیه نشم نمیخواستم مثل بچه ها با من رفتار کنن فکر میکردم منوچهر اینطوری بیشتر دوست داره زنی که از خود راضی هرچی لایق خودش بود نثار ما کرد با اون پسر توفهش ماما اون پسر شوهر منه ها ای بی معرفت به همین زودی ما رو پس دادی خب دوستش دارم حیف تو نیست با این زندگی این همه من برای تو جهیزیه خریدم چرا نمیاری استفاده کنی قربونت برم ماما به خدا من از زندگیم رو مسموم شدی یه دفتر کارت دارم ازدواج کردی مبارکت ولی برای ادامه تحصیل مجبوری توی یه دبیرستان شبانه ثبت نام کنی یا آخر سال متفرق امتحان بدی متاسفم کاری نمیتونم برات انجام بدم از این که از مدرسه بیرونم کرده بودن خوشحال نبودم از این خوشحال بودم که از این دوگانگی شخصیت رها شده بودم چیزی که از اول زندگیم بهش عادت نداشتم گلیه گل گلای خوشبو دارم گلای رز بدم آقا گل بدم آقا بقیه پولتو نمیخواش تقدیم به شما خانم کنم خانم گل بدم چقدر میشه؟ دسته ای ده بقیهش مال خودت بله 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 الان میام بله سلام خانم مالکی؟ بله نامه داری مرسی حاجی خانم امضا یادت رفت حاجی خانم حاجی خانم سلام سلام ما
منوچهر تلگراف زده، به همه سلام رسونده. دستشون در نکنه، این همه زحمت بکش بچه بزرگ کن. در قضیه زر محبت سلام. به علت بارش شدید برف تمامی راه‌های ارتباطی محور ما مسدود شده. به گفته محلی‌ها به احتمال زیاد این راه بندان تا بهارم ادامه دارد. من خوبم. از خود من به همگی سلام برسان. منوچهر. در حالی که دغدغه همه مردم احتیاجات اولیه زندگیشون بود، بابام و خانواده منوچهر نمیذاشتن من متوجه این سختی‌ها بشم. همه قصه من دوری از منوچهر بود و تنها دلخوشیم تلگراف‌های ماهانش که اونا رو بارها و بارها و بارها میخوندم. شب عیدی خونه تنهانم، یا بیا پیش ما یا برو پیش مادر. مرسی مادر جون، اینجا راحت ترم. بچه من نمیدونم به کی رفته اینقدر لجبازه. مامان خب میخوام منوچهر که میاد من خونه باشم. اگه منوچهر میخواست بیاد من حتما خوابشو میدیدم. خداحافظ. اگه نظرت عوض شد زنگ بزن بگم بابات بیاد دنبالت. چشم، میاد ایشالله. خداحافظ. میخوای بمونم پیشه؟ نه عزیزم، خداحافظ. به سلامت. پیشا پیش فرا رسیدن سال 1360 هجری شمسی را به ملت شریف ایران، بلخص رئیس جمهور محترم بنی سعد تبریک میگویم. با سلام و تبریک سال نو خدمت حضرت امام، پدر و مادرم و به ویژه همسر عزیزم. امیدوارم موقع پخش این گزارش پای تلویزیون باشید. ملیه جان، میدونم بی حوصله ای، منم خیلی دوست داشتم اولین سال تحویل زندگی مشترکمون رو با هم کنار سفره هفت سین. هوشو عزیزم، هوشو و به اتفاق سایر هموطنامون، با پهن کردن سفره های هفت سینتون چشم دشمن رو کور کنیم و اجازه ندیم این سنت های قشنگمون رو ازمون دور کنیم. بقیلا نکن، بو گندم خفت میکنی. بذار ببوسمه. نایم تو؟ چند وقت همون نرفتی؟ بعد از تلگرافی که بهت زدم. واقعا؟ سه ماه؟ با اولین بار جاده ها بسته شد. شانس آوردیم، آزوغه زنستون هم آورده بودم. خدا شد که تموم شد.
حرفایی که دوست داشتم از زبونش بشنوم و برام نوشته بود. خوشحال بودم از اینکه این نامه ها به دستم نرسیده، چون باعث میشد بیشتر دلتنگش بشم. سال تحویل شد؟ آره خوربونه چشه، خستت برم. سال نوت مبارک. تلفن داره زنگ میخوره؟ بخوره، تا که پیشم. نگران میشن؟ بهشون گفتم وقتی تو بیه تا یه هفته نه تلفن جواب میدم نه زنگ دارم. تکونم میخوره؟ دستو بذار. تکون خورد. تکون خورد. زود بچه دار شدیم. من آمادگیشو ندارم. نگران نباش. مادر خوبی میشی. میرم غذاتو گرم کنم. خوش و تنبل. اینا چیه؟ لباس. چرا فکر کردی من اینا رو میپوشم؟ عزیزم نمیپوشم و نمیخورم و نمیام، تو زندگی مشترک ما وجود نداره. یه زوج خوب باید به سلایق همدیگه توجه کنم. من دوست دارم شوهرم با لباسه اسپورت و اتکلنای خوشبو کنارم را بره، البته بدون توجه به هیچ خانم دیگه ای. و اگه خدای نکرده چشای ناپاک یه خانم دیگه بهت بیفته، خودم بپوش بیمزه. من میرم حاضرشم بریم یه جایی. کجا؟ نمیگم تا سورپرایز چی. چطوره؟ خیلی بهت میاد. به همم نمیومد به خاطر تو میپوشیدم، چون میدونم خوشت میاد. خودت میباری خودت میدازی، بفهمی. هدیه عروسیمونه از طرف بابا، قرار بود بعد از ماه عسل بهمون بدن که تو رفتی جبهه. دیگه لازم نیست شاگردی کنی. نمیتونم قبول کنم. چرا؟ باید برگردم. تو که گفتی خدمتم تموم شده. اجباری به رفتن ندارم، اما یه حسی بهم میگه باید برگردم. تو حست جایی بر من بچت نیست؟ تلویزیون رو کم کن، بچه داره میخواد. سوار بر موتورسیکلت، پیاده، خانک از همه وسایل استفاده میکنن تا بتوانن نیروهای متجاوز بسیار از خاک پاک شهیدان. خیلی بیتاب رفتن بود، دلم هیچ جور راضی نمیشد، اما بالاخره نتونستم جلوی شور و اشتیاقش دووم بیارم. اگه اونجا آرومت میکنه برو، من مانعت نمیشم. حرف دلته چه فرقی میکنه؟
فرشته، میدونی پیش تو بودن بزرگترین آرزومه، ولی خودت بگو دیگه. نمیخوام چیزی بشنوم. عملیات بوده که پدر سگ دوباره تهران رو بمبارون کرد. توجه فرمایید. شنوندگان عزیز. توجه فرمایید. خونخوار. شهر خونی. آزاد شد. اینان فاتحان خرمشهر هستند. شهادتت مبارک برادر. اشهد ان لا اله الا الله. فرشته جون انقدر خودخوری میکنی، من چه جاش اهم نه، اون جزو نیروهای پشتیبانیه، به این جلوها کاری نداره. پیروزیت مبارک برادر، که خرمشهر را فتح کردی. این بچه چشه؟ یکی نیستی رو ساکتش کنه؟ الو؟ با فریبا پردار. زنت بخشید، من چی؟ که نصف شب از خواب ناز بیدارم کردی کشوندی بیمارستان. پرسنل بیمارستان چی؟ آخه کدوم عاقل مردی بعد از عمل جراحی با 30 بخیه همیشه راه میفته از بیمارستان میره بیرون؟ براش آرام بخش تجویز کردم، هر 12 ساعت یه دونه تزریق میکنی، وای میسی تا خوابش ببره. چشم آقای دکتر. ببین، بهت قول میدم تمام دارو نرسیده به رگت خوابت برده، میخوام ببینم چطوری فرار میکنی. جدی که نمیگه آقای دکتر. جدیه جدیه آقای دکتر، من خودم بهتون قول میدم تا هر وقت شما بگین نذارم پاشر رو تخت بذاره زمین. روبا میگن شاهدت که میگه دنبم. خانمی به خاطر شما الان اینجا خوابیده. خب من که اینجا باشم دیگه هیچ بهونه‌ای برای فرار نداره. شما اینجایی، دومی خو نیستش. میگن دکتران محرمن، چرا لو داد؟ پس دومی لو رفت. میکشمت. چیزی چو؟ داشت میشود. خدا رحم کرد. سلام. حالتون چطوره؟ سلام. بفرمایید. چرا اینقدر داغر شدیم؟ بفرمایید. سلام. حالتون خوبه؟ سلام. خوش آمدید.
تا ده 15 روز دیگه میام با میتخواد. خداحافظ. چی؟ تا ده 15 روز دیگه بر میگردی؟ فکر کردی اگه فرشتم بساره من نمیذارم برگردی. شما سهم جبهت رو رفتی، دیگه باید بالا سر زن بچت باشی. نه؟ هرچند نباید جلوی خانواده زنت این حرف رو بزنم، اما پسر خوب، تو 2 سال با این دختر ازدواج کردی، 5 ماه کنارش نبودی. این رسم زنداریه. پدر جون، از فردا منوچهر هر جا که رفت من و علی همراهش میریم. شوهرمه، باید کنارش باشم. اومدیم ابرو رو برداریم زدیم چشش هم کور کردیم. یعنی ما از این به بعد باید دلنگران 3 نفر باشیم. آره، کجا میخوای بری وای بچه نوپا زیر توپ خمپاره؟ خب مامان جون اینجا رو هم بمباران میکنن. منشه خان که فعلا خودش گیر جایی هم نمیتونه بره. ببخشیدا، من هندونه میبینم دست و پامو گم میکنم. بفرمایید تو خدا. بفرمایید نوشه جان. هنوز زخماش کاملا خوب نشده بود که راهی جبهه شد و با گرفتن خونه تو دسفول، علارغم مخالفت های خونواده هامون، من و علی هم رفتیم پیشش. دیگه حاضر نبودم ازش دور باشم. بفرمایید. آقا دست شما دردن. زنده باشی. خیلی ممنون. خواهش میکنم. خیلی پیش. بچه ها دست همگی درد نکنه، شرمنده. منوچه هم باشه دست به هیچی نزن، فقط به فکر آماده کردن نهار باش. چه خوب شد که شما اومدین، داشتم اینجا از تنهایی دق میکردم. خیلی ممنون، چرا زحمت کشیدین. خواهش بکنم، بفرمایید. آقای حسینیه، با داداشمه. اینکیه فکر کنم آقای حسینی باشه. رو چه حساب میگین؟ آخه اون یکی آقا خیلی شبیه شما، چشاشون، لب دهنشون. چه با دقت. اون آقایی که صورتش زخمیه کیه؟ آقای شفیعیه، مرد خوبیه. کارای خانواده بچه های لشگر که تو دستول اندی مشکن رو انجام میده. تفلکی پارسال خونش موشک خورد. بازار از اینجا دوره؟ نه، اون طرف رودخونه است. از رو بالکن پیداست. میخوای بریم یه نگاهی بنداز. کاش که میشد بریم خرید. برای شام این بچه ها یه چیزی درست میکردیم. نهار و شام خانواده ها رو از لشگر میارن. پس ما اینجا چی کار میکنیم؟ انتظار. چطوری آقا خوشگله؟ نترسید، هواپیما خودیه. صدای توپخونه عراقه، به اینجا نمیرسید. نگران نباش. از فردا میخوام خودم غذا بپزم. چه خوب. فردا نهار چی دوست داری برات درست کنم؟ خسر مکانیکی نیستم که صبح برم زور و شب برگردم. از دستفول تا شرمچه 300 کیلومتره. رفت و برگشتش 6-7 ساعت طول میکشه. اختیار رفت آمدم که دست خودم نیست. حالا اگه پادگان 2 کوه باشم بیشتر میتونیم هم دیگر ببینیم. حالا غذاتو بخور، من فردا باید خودت غذا درست کنی. انگار نه انگار که وضعیت قرمز شده. چیکار میتونن بکنن؟ جان پناهی ندارن. شفی اینجا چی کار میکنه؟ یا فاطمه ی زهرا. سلام. چی شد آقای شفی؟ بعد نماز صبح یه خمپاره خورد تو سنگر آقای حسینی. باید برین تهران. بعد شهادت آقای حسینی همیشه دلواپسیم این بود که یه روزی ممکنه سرنوشت منم مثل سرنوشت خانم حسینی بشه و این برام عذاب آور بود.
سلام. سلام، چطوری؟ انگاری تهران که بودیم بیشتر میدیدیم تا اینجا. شرمنده. او این مرد بزرگ خونه مام که همیشه خوابه. مرد خونه من فقط تویی. نظر چیه صبحونه رو بمکنن رود خونه بخوریم؟ حالا خسته ای، استراحت کن واسه نهار میریم. تو قبل از ظهر باید برگردم. این همه رو اومدی واسه 2-3 ساعت؟ فرشته دیگه چیه؟ راستش اومدم که بفرستمتون ترمون، نمیخوام اینجا تنها بمونی. من اینجا تنها نیستم، علی کیشمه. اذیت نکن، تو شهر غربت بمونی چیکار؟ خانم حسینی هم که دیگه بر نمیگرده. برگردی یا برنگرده من اینجا دارم زندگیمو میکنم. تو توی آبی به سر صورتت بزنی منم صبحونه رو حاضر کردم. اگه نمیری زحمت نکش، باید برگردم منطقه. چی شد؟ تو که میخواستی ما رو ببری کنار رودخونه؟ کاش که برمیگشتی تهران. دوستانم مثل خانم حسینی خبرم تو قربت بشنوی. ولی دوست داری بری بهشت ها؟ خداحافظ. تانک هایی را که مشاهده می کنید تانک های رژیم بعثی صهیونیستی عراق است که همکنون رزمندگان تلفور احلام جیش پاشل خمینی المسیح. اسم خودت بگو. من رضا عطادی اعظمی از شیراز. هر کس صدای منو میشنوه با شماره 23-244 تماس بگیره و خبر اصالت منو به خانوادم بده. معرفی کن خودت. محمد اکبری هستم، اعظمی از کرج در منطقه فکه به اصالت نیروهای عراقی در حالا. هر کس صدای منو میشنوه با شماره 75214 تماس بگیره، خبر اصالت منو به خانوادم برسونه. منزل محمد برادی تو موشک بارو منو بچه رو ول کرده رفته دامبه برادی ایران سابینه. کرج کیلومتر 14 جاده حیدرآباد کوچه یادآوران علی محمد قاسمی. تاریخ اسارتش 7 بهمن. نوشتی؟ مامان میشه بدم مامان. رشت رحیم پارسا 3139. تاریخ اسارتش 7 بهمن. میشه بدم مامان جا بدم. مامان یه لحظه گوشی رو نگه دارین، علی میخواد باهاتون صحبت کنه. گوشی. سلام مامان جی، پچه نمیخونم. سرمو در نمیاریم؟ دکتر ببینتت چند؟ آخه اینجا هواش یه جوریه، نفس هم داره میگیره. اینجا 20 متر زیر زمینه. طوری میشد این چیکار میکرده؟ هیچی، میشدی پدر و همسر شهید. برشته نمیدونی وقتی شنم علم زادن چه حالی شدم. برگرد تهران. با دو تو بچه کجا برگردم؟ چی؟ از این ور شوخی میکنی؟ عیالوار شدی عزیزم، از فردا باید دنبال خونه دو خوابه بگردی. راست میگی؟ Thank you.
باورت میشه دو سه شب پیش خواب دیدم خدا به همون یه دختر داده. اینجا کجاست؟ حوصله کن میخوام غافلگیرت کنم. منو چه؟ چه شود این دختر نازپرورده؟ نیومده چه خواهش ها که نداره این خانم خانم ها. منو چه؟ علی جون که عشق منه. آره بردارم. پیادش خانومی. واسه چی؟ نیم ساعت دیگه قطار میرسه، بعد برگردیم تهران. پیادش. غافلگیر شدم. حالا برام گردون دستفول. برگردی دستفول که چی؟ سر خونه زندگیم دیگه. منو دست انداختی یه راستی راستی موجی شدی. کجا داری میری؟ میرم دستفور سر خونه و زندگی. خونه زندگیمون که موشک خورده نابود شده. چی؟ موشک؟ پس این زخم همالی چیه؟ من رفته بودم مخابره به مامانینا زنگ بزنم. به مامانینا باید زنگ بزنم. اینجا که ایستگاه نظامیه، شما را بیافتیم بریم من بهشون زنگ بزنم. ببین منوچه، این پنبه رو از تو گوشت بیار بیرون. ما بدون تو هیچ جا نمیریم. حالا منو ببر یه جایی، میخوام به مامانم اینه تلفن بزنم. لااقل این چند روزه بیا برو تهران، من با خیال راحت برگردم منطقه. بعد از عملیات یه جایی میگیرم میام دنبالت. نگران ما نباش، تو برگردی ما یه جای عمده. سوار شو. خیلی بهتون سخت میذاره. نه به اندازه دوری تو. کاش که میرفتی تهران. اینجا از تهران امن‌تره. مواظب خودت باش. فرشته خداحافظ. به والله قسم تا برنگشتی از اینجا تکون نمیخوری. تا پایان عملیات کربلای 5 تو شوش دانیال موندیم. با برگشت منوچهر یه خونه تو اندیمشک اجاره کردیم و با خرید یه سری وسایل تا پذیرش قطعنامه 598 و آتش بس تو اندیمشک زندگی کردیم. تجاوز و اشغال کشور صدام چه ارتش قدری ساخته؟ 8 سال که با ما جنگید، یه شب هم کویتو گرفت. جریان چیه؟ وقتی تو عملیات برف عجرش مفاوا گرفتیم، ارتباط عراق با خلیج فارس قطع شد. کویتی اومدن جزیره بوبیان رو در اختیار عراق گذاشتن. امروز شده بزرگترین پایگاه عملیاتی برای علیه خودشون. خود کرده را تدبیر نیست. اگه جلوشو نگیرن به عربستان هم حمله میکنه. بابا، منوچهر جان، شام حاضره، بفرمایید. میگم خواهر فریبا، چرا هر وقت بابا منوچهر میاد اینجا آقا فرشید میره؟
غذا تو بخور بابا جون، زرد میشه غذا. حتی علی هم فهمیده بود شوهر فریبا از من و شهر خوشش نمیاد. بوی خوش اتکلون و این تلفن های لحظه به لحظه ده و دوازده و دو چهار شما شدم اسباب خنده بچه های پادگون. از حسودیشون عزیزم. چرا نمیری پیش دکتر درست حسابی؟ آیه پیدا میشه. شوخی نگیر منوچهر. چشم. عصرم یک کمی زودتر بیا، بچه ها رو ببریم بیرون. اون هم چشم، امر دیگه. در پناه خدا. برو ببینم، برو ببینم، برو 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 نگفتی عمو تو دیدی؟ چطور؟ مادرت امروز زنگ زد که عموت گفته تو رو دیده هفته پیش که مسافر کشی میکردی. ایرادی داره؟ خوابیدی؟ از من ناراحتی؟ واسه چی؟ چون گفتم مامانت زنگ زده به عموت گفته تو رو دیده داشتی مسافر کشی میکردی. توضیح که نکردم. این روزا همه مسافر کشای شخصی حقوق بگیر دولت، نظامی و غیر نظامی هم نداره. پس چته؟ بعد شدیم فرشته. بعد آدمایی که تا دیروز اسم کوچیک هم دیگه رو صدا می‌زدیم، امروز داریم از هم دیگه دور میشیم. استعفامو میخوام بدم. برگردم سر همون مکانیکی. با این تیر و ترکشای تو تنت. دستام که سالمه. تو هم کنارمی. ترکشارم خیالی نی. یکی زنگ میزنی به مامانم اینا بیمشی بچه ها تاق باز بخواب خودتو شل کن نمیتونم از کی درد داری؟ دو سه ساعتی میشه کجای شکمه درد میکنه؟ همه جاش من یه سری آزمایش مینویسم باید انجام بدیم باز یه سری آزمایش رو بعدم دو سه روز بستریش میکنین آخرش هم میگین چیزی نیست عصبیه چه آزمایش هایی رو انجام دادین؟
آندسکوپی، کلونسکوپی، عکس رنگی، سونوگرافی. مدارک همراهتون هست؟ نه، ولی اگه لازمه برم بیارم. اسکن شکمم انجام دادین؟ نمیدونم الان تشخیصتون چیه. من تا جواب آزمایشا رو نبینم نمیتونم چیزی بگم. میشه یه چیز بزنین؟ فقط آروم میشم. خانم رضایی، بعد تحمل کنین تا تمام آزمایشاتون انجام بشه. بیاین سی بی سی و گرافی شکم سری انجام بدین. چشم. هنوز واسه شما دست دست گل میخره؟ من گفتم روز دوست دارم، رفتی همشو خریدی؟ سه برابر قیمتی که دادی ازت میخرم. تا پشیمون نشدم تصمیم تو بگی. چی داری میگی تو؟ ببخشید آقا، شوهرم منظوری نداشت. از طرف من و همسرم تقدیم شما. شاد باشی. کریمی کجاست؟ شیفتش تموم شد رفت. شماره شو داد، گفت حتما باش تماس بگیر. اینا رو به کی نشون بدم؟ شوهرتون رو منتقل کردم بخش جراحی مردان. ببر اونجا. کجا؟ بخش جراحی مردان طبقه سوم. دیدمت. شوهرت میخوان عمل کنن ولی نباید بذاری که اینجا عملش کنه. عمل چرا؟ عمل که باید بشه ولی اینجا نه. اگه بتونی ظرف یک دو هفته آینده ببریش انگلیس که خیلی عالیه. در غیر این صورت ببریش پیش دکتر میریان. باشه؟ پاسپورت نداره. بابا الان که وقت گریه نیست، خودتو به شوهرت برسون تا به اتاق عمل نبردنش. فقط بعدش زنگ بزن که من آدرس دکتر میریانو بهت بدم. آسانسور معطل میشه، بیا از پله‌ها برو. متاسفانه ایشون مبتلا به سرطان روده پیشرفته‌ان. احتمالاً کبد و معده‌اش هم درگیر شده. هرچه سریع‌تر باید عمل بشه. لیست نوبت جراحی‌های من تو بیمارستان دولتی حداقل تا 3 ماه دیگه پره. اگه به لحاظ مالی مشکل نداشته باشین، امکانش هست تو یکی دو روز آینده بتونم تو یکی از بیمارستان‌های خصوصی عملش کنم. فرشته جانم، میخوام یه چیزی بهت بگم. بگو عزیزم، میشنوم. دوست دارم باهات حرف میزنم، تو چشمت نگاه کنم. دلم میخواد بمونی، ولی از اون طرف میگم این دختره رو پاسوز خودت نکن. از بره دنبال زندگیش. تو هم حق داری خوب و خوش زندگی کنی. من کنار تو لحظه های خیلی خوشی داشتم، از جبهه برگشتنات، بودنت، نفسات، همه شادی های زندگی منه. همین که میبینمت خوشم. صبح بخیر. پیرانتون رو در بیاریم؟ بابت همه چی ممنون.
خودت باش. برگرد اصلا مراقبت کنی. بر پناه خود به خدا سپردم. نگران نباش، به خیلی میزنم. فرشته آه منوچه. فرشته جا منوچهر کجاست؟ عملش کردن، حالش خوب. پس چرا اینجا نیست؟ تحت مراقبت های ویژه است. باید دارم پیشش. نه من تو یه چیزی نخوری نمیذارم از جات تکون بخوری. سلام، چطوری؟ کجایی؟ ما قسمت هایی از روده، معده و کبد رو که درگیر بیماری شده بود برداشتیم. متاسفانه در مورد درمان ایشون خیلی دیر اقدام کردیم. اگه خوشبینانه نسبت به درمان ایشون نگاه کنیم، شاید با شیمی درمانی و پرتو درمانی بتونی بیماریشو کنترل کنی. شیمی درمانی؟ من آدرس دکتر انوری رو براتون می‌نویسم که از بهترین است. نظر نهایی رو ایشون میده. نیازی هم نیست خودشو ببری، مدارکشو ببرین کافیه. یه جلسه شیمی درمانی هفته 2 جلسه. و در ادامه متناسب با وضعیت بیمار پرتو درمانی رو ما ادامه میدیم. باید بدونی تو این مرحله شرایط سختی رو بیمار تحمل می‌کنه. حتی ممکنه که وسط درمان ببره. اون وقتی که شما باید انگیزه ادامه درمان رو در اون ایجاد کنید. منو چه جان اینو بخور، اینو بخور. راست راست دارم مرده تو رو خدا، اینو با توش بگیر به خاطر دارو. میدونم اینو بخور خونه کشی تو سنم نمیفهمی. تو رو خدا خدا چمله این منو چه تو رو خدا منو چه منوچهر کجا می؟ سرما می خوری؟ دارم از چیش میگیرم خدا تحمل کن به خاطر بچه ها تحمل کن من چه کنم خدا پاشو بیا پاشو بیا بیرون بعد اون شب به خواست منوچهر تا پایان شیمی درمانیش بچه ها رو فرستادیم پیش پدر مادرم امروز خدا رو شکر خیلی بهتر بودی یا آره شکر خدا خوبه دیگه بچه ها رو برگردونیم کاش که میشد بریم یه جایی که آب و هواش بهتر خودتی چی میخوای بگی؟ با پیگیری آقای شفیع قراره یه واحد تو خونه‌های سازمانی حکیمیه بهمون بدن خونه رو فروختی؟ همین که کنارمونی و به کسی هم بدهکار نیستیم جای شکرش باقیه که باید تخلیه کنیم؟ آخر هفته
برای اولین بار خورد شدن منوچهر رو دیدم. بنیاد که زیر بار هزینه های درمانی منوچهر نرفت. از طرفی هم مطمئن بودم اگه از خانوادم کمک می گرفتم منوچهر غرورش شکسته می شد. چاره ای نداشتم جز فروش خونه. خب حالا شما یه جوکی دیگه می شیدم. یه روز یه هواپیما میاد بشینیم. خب من نریشون می پکنم دیگه می پکنم. راستی منوچهر علی باهات صحبت نکرد؟ نه چطور؟ دیوونه زده به سرش، نمیخواد برای کنکور ثبت نام کنه. نگفت چرا؟ سلام، صبح بخیر. سلام، شوهر تنبل من امروز سحرخیز شده. عوض کله پوچی کرده بود، زبونم اشتباه کردم خیلی. دست گلت درد نکنه. تا بچه ها بیدارشن و من میزو بچینم، تو هم یه دوشی بگیر. بابا جون کله پاچتو بخور، خود رژیم بگیره لاغر شه. تو که چاق‌تر از منی. اصلا بابا بیا خودمون نصف نصف. منوچهر جان خوش به حال خودت شد. نشه جان ماما شما نصفشو بخوری. مرسی مادر، من دیگه نمیتونم. چرا انقدر این سرویس بچه بی نظمه؟ یه روز زود میاد یه روز دیر میاد. هادا جان مطمئن شو کلیداتو برداشتی مادر. بابا امروز چک آف داره، ما دیر میایم، باز ممکنه پشت در بمونه. مامان یه بار کلیدامو جا گذاشتم، حالا شما 100 بار بگو. اینو بگی تو سرویس بخور. کاپیشانتو بپوش سرما نخوری، تو مدرسه هم یه چیزی بخر بخور. نمیدونم این بچه به کی رفته انقدر عصبیه. مثل اینکه هادا زیر موشک بارون به دنیا اومده ها. درد داری؟ یک کمی؟ با هر ضربان ترکش پشتت این سوزنیه که فرو بره تو قلبت. بدون مورفین تقریبا تحمل درد غیر ممکنه. مشکلی پیش اومده خواهیم دکتر؟ وضعیت ریه‌هاشون اصلا خوب نیست. آنزیمای کبدیتون هم خیلی بالاست. یه تومور نسبتاً بزرگم رو اثنا اشارتونه.
یعنی بعد دوباره عمل کنی؟ متاسفانه به علت قرار گرفتن تومور رو شریان اصلی امکان جراحی نیست. ما که مرتب چکاپ میکردیم، چطور ممکنه؟ چقدر دیگه زندم؟ حد اکثر 3-4 ماه، البته با درد خیلی زیاد، ولی شاید با شیمی درمانی بشه بیشتر زنده بمونیم. شیمی درمانی نمی کنم. خواهش میکنم منوچهر، به خاطر ما. بعد از این همه سال هنوز کابوس شیمی درمانی و پرتو درمانی آزارم میده. اون گل گرفته گیا بوی گوشت سوخته توی حلقم، ولی هرچی تو بگی. هر وقت میای اینجا به تماشای ستاره ها حسودیم میشه. بهتر شدی؟ واسه هر دردی درمونی هست الا دلتنگی. هنو اینجایی و دلتنگتم. مگه اون ور چه خبری که برای رفتن اینقدر عجله داری؟ این درد داره اذیتم میکنه. می‌ترسم کم بیارم. حاجی فیروزه، سالی یه روزه، ارباب خودم سامبری بالکا. 3-4 سالی بود منوچهر اجازه نمیداد واسش لباس بخرم. با بچه‌ها قرار گذاشتیم که همه خریدای عید اون سال ما برای منوچهر باشه. 2-3 سالی لباس نخریده بودی. فرشته ای دیگه. البته برای شما. حسود هرگز نیست. بده بابا من میارم. امیدوارم که آسانه حلول سال نو که پرنده بی قرار دل در قفس شیر چرا تردید داری؟ قرار نمیگیرد تا این حرکت و منو چه؟ علی زنگ بزن اوشانس بنگرنگ خاصیت انسان حرکت از به خفته. علی الو اورژانس سلام آقا، پدر من حالشون بد شده، لطفا این سرده یه آمبولانس بفرستیم با آدرس بعد سابقه هم دارم. یادداشت کنید حکیمیه. لطفاً این نسخه رو تهیه کنید. اگه قراره کسی رو خبر کنین بهتره تا دیر نشده این کارو بکنین.
تا منوچهر بود ته غم رو ندیده بودم. مامان. اما حالا شادی رو نمیفهمم. مامان جان. مامانی سال نوتون مبارک. سال نوتون مبارک. فکر کنم باباست. بابا استراحت میکنه.